مهدی پاکجو هستم مدرس درس, درس خونشناسی یک با فصل یک بیولوژی سلول های بنیادی خونساز در خدمتون هستم. به طور کلی باید گفت که هماتولوژی از دو واژه هماتو به معنی خون و لوژی به معنی مطالعه ساخته شده که در اون به سلول های خونی شامل اریترو ها که اریترو به معنای قرمز و سیت به معنی سلول هستش. مونوسیت ها، ها لنفوسیت ها، نوتروفیل ها، بازوفیل ها و پلاکت ها تشکیل شده. مونوسیت ها به تک هسته ای بودن این سلول ها اشاره داره. ائوزینوفیل یعنی رنگ های اسیدی رو میپذیره. بازوفیل یعنی رنگ های بازی رو میپذیره یا قلیایی رو میپذیره. نوتروفیل یعنی هر دو رنگ رو میپذیره. در رنگ آمیزی های خونشناسی و به صورت خونسا رنگ میشه لنفوسیت ها هم به سلول های اشاره که در لنف ها یا همون عروق لنفاوی بیشترین شیوع رو دارن پلاکت ها هم قطعات سلولی هستند که از مگاکاریوسیدها ها جدا شدن اما خود خون چی هستش؟ خود خون بافت همبندی هست که دو فاز داره فاز مایع و فاز سلولی فاز مایع که به اون پلاسما گفته میشه شامل آب، کربوهیدرات، پروتئین، آنزیم، هورمون، سایتوکاین ها، گاز ها و سایر موادی هست که برای بدن الزامیه و فاز جامدش که سلول ها رو تشکیل میده شامل سلول هایی هست که قبل از این گفته شد کلا خونشناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون که فارسی شده هماتولوژی هست شامل بررسی تغییرات سلول های خونی در شرایط سلامت و بیماری انتقال خون به منظور تأمین کمخونی و یا به منظور درمان استفاده میشه و پیوند مغز استخوان و سلول های بنیادی که معمولا در درمان های سرطان اونها رو مشاهده می کنیم. در بررسی تغییرات سلول های خونی ممکنه که ما آنمی رو ببینیم که به معنای کم خونی هست، لوسمی و لنفوم رو ببینیم که انواعی از سرطان های خونی هستند و کواغولوپاتی ها ممکنه که مشاهده بشن به این معنا که اختلالاتی در انعقاد خون به وجود میاد که در اون ممکنه خونریزی شدید بدون توقف و یا تمایل به افزایش انعقاد رو در افراد داشته باشیم به نحوی که میبینیم در خون اونها به صورت خود به خودی انعقاد تشکیل میشه و افراد ممکنه دچار سکته در اندامهای مختلف بشن همونطور که گفته شد خون یک بافتی هست که از دو فاز مایع و جامد تشکیل شده سلول ها در فاز جامد اون قرار دارن و عملا مهمترین بخش خون رو تشکیل میدن. اما از کجا میاد؟ برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم باید بدونیم که شروع خونسازی از کجا اتفاق میفته. همونطوری که میدونید از همون اوایل زندگی ما خونسازی تشکیل میشه. بنابراین ما باید به خونسازی از زمان جنینی نگاه بکنیم. همونطوری که میدونید پس از اینکه اسپرم و تخمک با هم لقاح پیدا میکنن سلول تخم تک سلولی تشکیل میشه که با انجام یک میتوز تقریبا 12 تا 15 ساعته یک سلول تخم دو سلولی رو تشکیل میده و بعد از اون چهار سلولی و مرحله 8 سلولی رو تشکیل میده که بهش مرولا گفته میشه بعدش وارد مرحله 16 سلولی میشه و بعد از اون وارد مرحله 32 سلولی میشه که بهش بلاستوسیست گفته میشه بلاستوسیست هم از دو لایه تشکیل شده یه لایه داخلی و یه لایه خارجی به خارجی OCM یا Outer Cell Mass و به لایه داخلی Inner Cell Mass یا ICM گفته میشه OCM متشکل از سلول های سیتو تروفو بلاست و ICM متشکل از سلول های امبریو بلاست امبریو بلاست ها چهار تا پنج روز بعد از تشکیل تخم به دو لایه سلولی هایپو بلاست و اپی بلاست های یولک یا کیسه زرده رو تشکیل میدن و سلول های آمنیوتیک کویتی رو تشکیل میدن در واقع همون پرده آمنیونی هستش در نهایت بعد از دو هفته تا سه هفته سلول های و هایپو بلاست گاسترولاسیون بدن جنین رو به وجود میارن حالا کیسه زرده چه اهمیتی داره؟ همونطوری که الان قرار توی این فیلم مشاهده بکنیم میبینیم که کیسه زرده اولین ارگانی هست که خونسازی رو در بدن جنین شروع میکنه. در اینجا ما نگاه میندازیم به نحوه خونسازی در جنین. خونسازی همونطوری که گفتیم تشکیل و توسعه تعداد سلول هایی هست که در خون تشکیل میشن که از اونها به عنوان سلول های خونی یاد میشه و شامل سلول هایی هست که قبلا هم گفتیم اما خود خون به دو بخش تقسیم میشه قسمتی که ما خون محیطی رو داریم یعنی در رگهای ما جریان داره و قسمتی که درون استخوان ها حضور داره که بهش مغز استخوان گفته میشه ما در مغز استخوان سلول ها رو به صورت نابالغ هم داریم اما در خون محیطی تعداد سلول های نابالغ بسیار ناچیزه و کمتر از یک درصده و بیشتر سلول های بالغ رو داریم همونطوری که گفتیم خون یک بافت همبندی هست و در مغز استخوان ما علاوه بر سلول های خونی سلول های چربی رو هم داریم مغز استخوانی که معمولا برای مصارف پزشکی تهیه میشه از این قسمتی هست که داره نشون داده میشه بهش استخوان خاجی هم گفته میشه برای بررسی ها در زمینه کمخونی و یا سرطان معمولا مورد استفاده قرار میگیره حتی برای سایر موارد هم استفاده میشه معمولا در مغز استخوان تولید میشه و در خون محیطی جریان پیدا میکنه این روند بر اساس تنظیم اون با سایتوکاین ها انجام میشه. همونطوری که گفتیم کیسه زرد اولین ارگانی هست که در جنین خونسازی رو شروع میکنه. بنابراین میشه برای مطالعاتی که در زمین جنین هست از کیسه زرد یا یولکساک برای انجام آزمایش ها استفاده کرد. بعد از مرحله یولکساک در عروق هم ما خونسازی رو میبینیم که در جنین جریان داره و در واقع خود عروق هم دارن خون رو میسازن تفاوتی که خونسازی کیسه زرده داره با خونسازی که در عروق اتفاق میفته اینه که ما در عروق خونسازی دفینیتیو رو داریم یعنی سل های آر دیگه بدون هسته هستن و بعد از اون در کبد این اتفاق میفته کبد هم آر ها رو به صورت بدون هسته میسازه همونطوری که گفتیم کیسه زرده یا یولکساک اولین ارگانی هست که در بدن جنین شروع میکنه به خونسازی که تقریبا در ماه های اول هست یعنی یک ماه اول و تقریبا تا اواخر ماه دوم که در همین مرحله ما خونسازی در عروغ رو هم در جنین داشتیم از اون به بعد خونسازی در کبد شروع میشه و مهمترین ارگان خونساز بدن میشه در کنار اون تحال هم خونسازی رو انجام میده تقریبا در ماه ششم خونسازی در کبد به اوج خودش میرسه در کبد علاوه بر اینکه خونسازی انجام میشه برای آر های بدون هسته ما سایر سلول ها رو هم داریم که از اینجا بعد تقریبا گلبول های سفید هم میتونه به خوبی در خون مشاهده بشه بعد از ماه ششم ما دیگه تقریبا خونسازی رو در مغز استخوان به عنوان خونساز اصلی بدن میشناسیم که بعد از تولد هم همین ادامه پیدا میکنه بعد از تولد خونسازی عمدتا به عهده مهره ها هستش و بعد از اون در جناق و بعد از اون در دنده ها و ران اتفاق میفته که از این به بعد ما یعنی بعد از تولد ارگان اصلی خونسازی رو در بدن مغز و استخوان میدونیم هرچند این به این معنا نیست که خونسازی در تمام نقاط دیگه کاملا متوقف میشه و ممکنه که در شرایط بیماری یا شرایط کم خونی خونسازی رو در سایر ارگان ها هم ببینیم خود خونسازی از اونجایی اتفاق میفته که سلول های بنیادی خونسازی یا هماتوپویتیک استمسل ها شروع میکنن به تقسیم شدن نکته که در مورد استمسل‌های یا سلول‌های بنیادی وجود داره که اونها ویژگی سلف رینیالیتی دارند یا ویژگی خود نوسازی یعنی علاوه بر اینکه دارن تقسیم میشن یکی عین خودشون رو هم به وجود میارن چه جور هست این نوع تقسیم اینه که دو تا تئوری براش وجود داره یا اینکه یک دونه شبیه خودشون میسازن و یک دونه اون سلولی رو که میخوان بسازن و یا اینکه دو سلول شبیه خودشون به وجود میارن که یکی تمایز پیدا میکنه و دیگری به صورت نابالغ باقی میمونه به صورت نمادین و شماتیک اگه بخوایم توضیح بدیم میگیم که سلول های بنیادی تبدیل میشن به کامن لینفوید پروژنیتور یا کامن مایلوید پروژنیتور که پیش سازهای لنفویدی و سلول های میلوئیدی هستند سلول های میلوئیدی شامل مگاکاریوسیت ها هستند که سیت ها یا همون پلاکت ها رو به وجود میارن میوکاریوسیت ها بزرگترین سلول هایی هستند که ما در انواع سلول های خونی در مغز استخوان داریم و به جز اون اریتروسیت ها رو داریم که همون RBC ها هستند مست سلها رو به وجود میارن میلو بلاست ها رو به وجود میارن بازوفیل ها رو به وجود میارن و نوتروفیل ها ایوزینوفیل ها مونوسیت ها مونوسیت ها در صورتی که وارد بافت بشن ممکنه که تبدیل به ماکروفاژ و یا دندریتیک سل ها بشن از طرف دیگه ما کامن لیمفوید پروژنتور ها رو داریم که انکی سل ها یا نچرال کیلر سل ها یا همون سلول های کشنده طبیعی رو به وجود میارن و از طرف دیگه ممکنه که لنفوسید های کوچیک رو داشته باشیم که شامل لمفوسید های B و تی هستند. سلول های لنفوسیت بی در صورتی که به صورت کامل بالغ بشن و تولید کننده ی آنتیبادی برای طولانی مدت و یا گاهی کوتاه مدت باشن پلاسما سل ها رو به وجود میارن. در مورد هر کدوم از این رده ها ما نشونه ای رو داریم که به صورت ایمونولوژیک تعریف میشه. برای مثال ما برای سلول های بنیادی اچله A رو به صورت کامل مثبت داریم اما اچله دی رو منفی داریم هیچ نشانه ای از رده های تمایز یافته تر در اون مشاهده نمیشه برای مثال ما در رده میلوئیدی سی دی 36 سی, سی دی و سی 14 رو داریم و برای رده Eritroidی سی 71 دی دی و گلیکوفورین A که میشه سی دی 235 a رو داریم برای میگاکاریوسیت ها ما سی دی 41 و سی دی 61 رو داریم برای بی ها ما CD10 و CD19 رو داریم و برای تی لنفوید ها CD3 و CD7 رو داریم پس هیچ کدوم از اینها رو نباید داشته باشه تا به عنوان یک سلول نابالغ شناخته بشه از طرف دیگه تایوان یا همون THY1 CD90 رو نداریم برای رده های استمسلی بسیار نابالغ ما تایوان یا THY1 همون CD90 رو برای استمسل های بسیار نابالغ مثبت داریم اما وقتی که به استمسلی تبدیل شد که میخواد تقسیم بشه این در اون منفی میشه برخلاف این CD135 هست که در قبلی ها منفیه و برای هماتوپویتیک استمسلی که قراره تقسیم بشه مثبت میشه کلا cd هشت رو نداریم cd سه رو نداریم CD34 رو در صورتی که کمی بالغ تر باشه استمسلمون در اون مثبت داریم و cd سه که همیشه براشون مثبت پس سلول هایی که به صورت سل هستن مهمترین ویژگیشون همین ویژگی خود نوسازی در اونها هستش که در کنار نابالغ بودن به اونها ویژگی استمسل بودن رو میده از طرف دیگه اونها این ویژگی رو دارن که به چندین نوع از سلول ها تقسیم بشن که رده های مختلف رو به وجود میارن که اینجا ما میدونیم سلول های رده لنفویدی و میلویدی رو شامل میشن رده های سلولی که توسط استم ها به وجود میان ممکنه که در بومرو یا در خونه محیطی مشاهده بشن که ما قسمت های اول رو در بومرا میبینیم یا همون مغز استخوان و در قسمت خون محیطی سلول های کاملتر و تکامل یافته تر رو میبینیم از طرف دیگه ما برای سلول هامون چند تا ویژگی باید تعریف بکنیم که شامل این هست که ما اگر هماتوپویتیک استم سل رو به نحو نابالغ بودن توانایی تبدیل به چند نوع سلول و همینطور در کنار همه اینها و مهمتر از همه اینها این بود که بتونن خود نوسازی داشته باشن تعریف بکنیم انواع دیگه سلول رو هم باید بگیم برای مثال RBC که اومده و میخواد تشکیل بشه اولین سلولش قطعا سلول نابالغه به اون چی میتونیم بگیم؟ برای اینها اصطلاحات متفاوتی هست از جمله CFU ها, GEMM, MPP, CMP و سایر موارد که به مرور گفته خواهد شد. همونطوری که گفتیم هماتوپویتیک استم سلها، ها بودن که میتونستند تمام رده های خونی رو ایجاد بکنن. اما مرحله به مرحله. در مرحله اول اونها رده هایی رو ایجاد میکنن که میتونستن رده میلویدی و یا لنفویدی از اونها نشعت بگیره. رده میلویدی به اولین سلولی که در اون ایجاد میشه GEMM گفته میشه که میتونه تمام رده های میلویدی شامل گرانولوسیت ها اریتروسیت ها و مگاکاریوسیتها ها و مونوسیت ها رو به وجود بیاره و رده های این ها بعد از این مورد تبدیل می شدن به سایر موارد پس هماتوپویتیک استمسل ما یک رده سلولی چند توانه هست یا در واقع بهتر بخوایم بگیم پولیپوتنت هستش بعد از اون ما مالتیپوتنت ها رو داریم که میتونن ان چند نوع سلولی در یک رده رو به وجود بیارن و بعد از اون ممکنه ما بایپوتنت ها رو داشته باشیم که مثلا میتونن دو نوع سلول رو به وجود بیارن و بعد اولیگوپوتنت ها رو داریم که ما در اینجا میبینیم مثلا اولین سلول نابالغ رده ای اریتروئیدی رو بهش اولیگوپوتنت میگن یعنی نابالغ تکثیر میکنه اما فقط میتونه یک نوع سلول و اون مثلا آر رو به وجود بیاره یا مثلا نوتروفیل رو فقط به وجود بیاره بنابراین ما رده های مختلف رو داریم این نحوه تقسیم چطور انجام میشه و چطور کنترل میشه تحت فرایندی به نام سیگنالینگ و توسط فاکتورهایی به نام اینترلوکین ها و یا سایتوکاین ها سایتوکاین ها و اینترلوکین ها مواردی هستند که توسط خود سلول و یا سایر سلول ها برای سایر سلول ها و یا خود اونها ترشح میشه تا بتونند سرنوشت سلول رو به نحوی مناسب تنظیم بکنند و اون رو به نحوی تمایز بدن که بتونه سلول مورد نیاز بدن رو برای مدتی کوتاه یا بلند تأمین بکنه که اینها میتونند باعث تکثیر تقسیم و یا تمایز اونها بشن اما خود سیگنالینگ چی هست اتفاقاتی که درون سلول میفته تا بتونن این تکثیر توقف تکثیر مهاجرت و یا تمایز رو داشته باشن از طریق مولکول داخل اونها تنظیم میشه که به این فرایند ما سیگنالینگ میگیم خود سایتوکاین ها چی ها هستند برای مثال برای رده اریترویدی ما اریتروپویتین رو داریم که 90 درصد اون از کلیه ها ترشح میشه و بر روی رده اریترویدی تاثیر میذاره تا بتونه تکثیر پیدا بکنه 10 درصد اون هم از کبد ممکنه ترشح بشه و یا در مورد پلاکت ها ما ترومبوپویتین رو داریم که عمدتا از کبد ترشح میشه و باعث تکثیر و تمایز و بلوغ رده پلاکتی یا مگاکاریوسیتی میشه اما چطور تونستن این سلول های بنیادی رو تشخیص بدن که چطور دارن عمل میکنن برای مثال در موش ها اومدن و بررسی کردن اگر یک سلولی رو ما بیایم و در اونها از بین ببریم چه بلایی سر اون موش میاد خب ممکن بود مر ممکن بود که خون ریزی رو ببینیم عدم بند اومدن رو خون رو ببینیم و مشکلاتی از این دست ما در مورد CFU ها و GMM ها صحبت کردیم. CFU ها فقط به یک یا دو نوع سلول این امکان رو میدن که بتونن به وجود بیان. CFU یا کلونی فورمینگ یونیت ها سلول هایی هستن که زمانی که ما اونها رو در محیط کشت قرار میدیم میزان نسبتا زیادی از سلول هایی رو تشکیل میدن که معمولا میتونن به نوع از دو نوع از سلول ها تمایز پیدا بکنن جی هم که همونطوری که گفتیم چند نوع از سلول ها رو در رده میلویدی ایجاد میکرد و لنفوید استم ها هم شامل تی ها و بی ها بودن که تی ها در تیموس تکاملشون تکمیل میشه و بی ها در همون مغز استخوان همونطوری که میدونید تی از تیموس میاد و بی از بومرو اینجا هم مشاهده میکنید که هماتوپویتیک استم سل ها اومده بودند به میلوید استم سل که که گفتیم جی ام ام بود و یا CFU اف اریتروئیدی تقسیم بندی می شدن. در مورد رده لنفویدی هم ما تقریبا همچین دسته بندی رو داریم. اما خود مغز استخوان رو بریم و بیشتر بررسی بکنیم. تقریبا 5 درصد از وزن بدن رو کلسیومی تشکیل میده که درون استخوان ما حضور داره. در اونجا ما مغز استخوان زرد رو داریم که چربیه و استخوان اسفنجی رو مشاهده میکنید که در بین اون مغز استخوان قرمز یا تشکیل دهنده خون وجود داره در واقع این مغز استخوان قرمز ما هست که خون ما رو می سازه و هر چقدر که سن پایین باشه مغز استخوان قرمز بیشتری داریم برعکس ما هر چقدر که سن نمبالا میشه مغز استخوان زرد بزرگتری داریم و استخوان هایی که دارن خونسازی رو انجام میدن کوچکتر و کمتر از این میزان مغز استخوان قرمز رو دارن در صورتی که آسیبی به این مغز استخوان مشاهده بشه ما میتونیم ببینیم که در میزان این مغز استخوان زرد و قرمز اتفاقاتی میفته مثلا یکیشون کم و یا دیگری زیاد میشه برای مثال در اینجا میبینید که ما در یک فرد پنج ساله مغز استخوان رو به چه شکلی داریم میبینید که چربی های کمتری مشاهده میشه اما در یک فرد 35 ساله چربی های بزرگتری رو داریم میبینیم و در صد سلول های خونساز در اینها کمتر میشه وقتی که افراد سن بالاتری دارن همونطوری که اینجا میبینید ممکنه که در اثر لوسمی یا سرطان خون در واقع تعداد سلول های خونساز به شدت زیاد بشه و تمام مغز استخوان رو بگیره و این چربی ها دیگه مشاهده نشند و یا اینکه ممکنه در اثر یک اتفاق خونسازی در مغز استخوان تقریبا متوقف بشه و ما دیگه نتونیم سلول های خونساز رو به خوبی در مغز استخوان مشاهده خود مغز استخوان باز اگر بخوایم بیشتر بررسیش بکنیم دوتا نیچ یا آشیانه برای سلول های بنیادی خونساز داره که وسکولار نیچ و اندوستیل نیچ رو داریم اندوستیل نیچ ها جایی هستن که سلول های بنیادی لانگ ترم یا اون سلول های بنیادی خونسازی که قرار برای مدت طولانی تری به صورت خاموش باقی بمونن اونجا هستن و وسکولار نیچ اونجایی هست که نیچی هست یا در واقع آشیانه ای هست برای سلول های بنیادی خونسازی که قراره در کنار عروق قرار بگیرن تقسیم بشن و سلول ها رو از همون طریق به وارد بکنم بنابراین وسکولار نیچ رو ما برای هماتوپویتیک استمسل هایی داریم که قرار تکثیر بشن و به این نوع از استمسل ها شورت ترم هماتوپویتیک استمسل ها گفته میشه به این موارد ما در مغز استخوان استروما و پارانشیم رو هم داریم که استروما در واقع بافت های همبندی هستند که از ساختار استخوان و مغز استخوان در اون نقطه محافظت میکنن برای مثال ما از انتیشیا سل ها رو داریم که سلول های آرژانتوفیل یا نقه دوستی هستند که از هماتوپایتیک استم ها در برابر سموم و داروها و تمام مواردی که به صورت شیمیایی ممکنه که به هماتوپایتیک استم ها آسیب بزنن حفاظت میکنن از طرفی پارانشیم رو هم داریم که همون بافتی هست که بین همین عروق حضور داره علاوه بر این ما سینوزوئید ها رو هم داریم که عروق بسیار بسیار کوچیکی هستند که متصل هستند به نقاط مختلف مغز و استخوان و در کنار اونها هماتوپویتیک استم ها قرار گرفتند و میتونند سلول های تولید شده را از طریق اونها وارد عروق تمام بدن بکنند. اینجا نمای واقعی یک مغز و استخوان رو مشاهده میکنید که اینجا سینوس ها یا همون سینوزوئیدها ها قرار دارند. اینجا لکه های چربی هستند سلول های مختلف رو مشاهده می کنید که اینها مگاکاریوسید ها مگاکاری هستن که میبینید کاملا متفاوت در اندازه نسبت به سایر موارد و سایر مواردی هم که میبینید به صورت رشته هایی هستن اینها رشته های پارانشیم هستند اینها هم انواع دیگه از سلول هستن که به مرور قرار با اونها آشنا بشیم حالا که با ساختار مغز استخوان و تقریبا اون چیزی که میتونه به عنوان خون شناخته بشه آشنا شدیم بریم ببینیم که خون به صورت جزئی تر چطور تشکیل میشه اولین چیزی که ما میخوایم بدونیم اینه که خون یعنی خونسازی یعنی چی اصطلاحایی که ما برای تشکیل خون داریم شامل اریتروپویز یا ساخت اریتروسیت ها یا همون RBC ها یا همون گلبول های قرمز هستش مگاکاریوپویز ساخت مگاکاریوسیدها ها و لوکوپوئز ساخت لوکوسید ها یا همون سلول های گلبول سفید یا همون وایت بیسیها سی ها یا همون وایت بلاد سلها هستش که در صورتی که همه این ها رو بخوایم با هم نام ببریم ما از واژه خونسازی یا هماتوپوئز استفاده می کنیم اولین سلولی که میخوایم بررسی بکنیم آر ها هستن یا رد بلاد سلها که همون گلبول های قرمز هستن مهمترین نقشی که آر ها دارن تبادل گاز ها بین بافت ها و ریه ها هستش یعنی کربن دی اکسید رو از توی بافت ها جمع میکنن به ریه ها منتقل میکنن و از اون طریق از بدن خارج میشه و از اون طرف ریه ها اکسیژن رو جذب میکنن و از طریق آر ها به بافت ها میرسونن در شرایط عادی غلظت اکسیژن در آر ها بین 95 تا 98 درصد هستش و قلزت کربن دی تقریبا بین دو تا پنج درصد مشاهده میشه در اریتروپوئز ما چند مرحله رو داریم که شامل تشکیل هم که جزء آهندار آر هستش جزء گلوبین که قسمت پروتئینی اون هستش و ترکیب اینها با هم و ساخت هموگلوبین رو داریم بعدش اینها در ساختاری به اسم RBC وارد میشن و در نهایت که RBC ها باید تخریب بشن اما خود اریتروپوئز رو بریم ببینیم که به چه شکلی انجام میشه ریه ها وظیفه رسوندن اکسیژن رو به بافت ها دارن همونطوری که گفتیم و این رو از طریق RBC ها انجام میدن RBC ها گفتیم یک کیسه ای هستند که حاوی هموگلوبینند دو طرف اونها مقعره و تقریبا شکل دایره دارن بین 6 تا 8 میکرونه و تقریبا قطری معادل 90 فمتولیتر به صورت متوسط میشه برای اونها ذکر کرد در اوایل زندگی که به صورت جنینی هست اون سازی به صورت پریمیتیو هست و نوکلیتد آر بی سی ها رو داریم یا ان آر بی سی ها رو داریم یعنی آر بی سی های هسته که معمولا در کیسه زرد انجام شد و ساخته میشد بعد از اون تحال خونسازی رو به همراه قدد لنفاوی و تحال انجام میدادش و بعد از اون که ما مرحله سوم سه حاملگی رو داریم مغز استخوان شایع ترین قسمتی بود که در اون خون ساخته میشد با افزایش سن گفتیم که مغز استخوان همچنان به عنوان خونساز اصلی بود ولی نقش مهره و جناق و دنده ها به عنوان مهمترین خونساز ها بودن که با افزایش سن البته سلولاریتی یا میزان سلول های خونساز در اونها کاهش پیدا کرد به طوری که در اوایل تولد در صد سلول های خونساز در تمام استخوان ها تقریبا 100 درصد بود ولی با افزایش سن مثلا برای افرادی با 70 سال در دنده ها ما میبینیم که سلولاریتی هولوش 25 درصد مشاهده میشه همونطوری که گفتیم استخوان ها شامل پولوری پوتنت هماتوپویتیک استم ها هستند که بعدش انواع سلول های لمفویدی رو و همینطور رده میلویدی رو می ساخدن. رده میلویدی هم همونجوری که گفتیم شامل اریتروسیت ها و گرانولوسیت ها هستش. ها سلول های نوتروفیلی، اوزینوفیلی و بازوفیلی هستند و پلاکت ها هم از مگاکاریوسیت ها به وجود می میلوئید میلوید استم تبدیل میشن به پرو اریتروبلاست و بعد از اون تبدیل میشند به بازوفیلیک اریتروبلاست که اینجا مهمترین نقش رو بر عهده اریتروپویتین میدونیم بعد از مرحله بازوفیلیک اریتروبلاست پولیکروماتوفیلیک اریتروبلاست و اورتوکروماتوفیلیک اریتروبلاست ها رو جاری از مرحله پلیکوروماتوفیلیک هموگلوبین بیشتر ساخته میشه و به عنوان یک نشانه برای بلوغ این هسته که کمتر در مرکزیت سلول قرار داره و بیشتر به سمت خروج از اون قرار داره رو میبینیم در مرحله رتیکولوسید ها ما دیگه هیچ نوع هسته ای نمیبینیم و هسته از سلول خارج شده و دیگه ما در واقع گلژی رو نداریم بعد از اون هم اریتروسید های بالغ رو داریم پس ما این میلو بلاس رو داشتیم که بعد از طی مراحلی رسید به مرحله نهایی RBC بدون هسته اما چه چجوری داره تنظیم میشه زمانی که ما در سیستم گردش خونمون احساس کمبود اکسیژن بکنیم اکسیژن بیشتری احتیاج داشته باشیم برای اینکه بتونیم به خوبی تنفس بکنیم و فعالیت رو انجام بدیم سیگنالینگی درون در سلول ها اتفاق میفته که ما رو وادار میکنه که RBC بیشتری بسازیم در واقع از این طریق این کار رو انجام میده که میاد و اریتروپویتین بیشتری رو از کلیه ها طلب میکنه تا میلو بلاست ها بتونن بیشتر به سمت آرویسی ها تقسیم بشن اما این هایپوکسی یا کاهش اکسیژن کجاها اتفاق میفته در آنمی ها و یا آسیب بومرا مثلا به دلیل اشعه ایکس و یا اینکه ما خیلی سریع بخوایم در محیطی باشیم که اکسیژن کمتری داره و یا در اثر بیماری ها مثلا اگر ما از کوه بریم بالا و اکسیژن کمتری اونجا بریم و خود اریتروپویتین چی هستش؟ یه گلیکوپروتئینی هست تقریبا 34 کیلو دالتونه 90 درصدش از کلی ها میاد 10 در درصدش از کبد میاد و مهمترین چیزی هست که ما به عنوان یک تحریک کننده برای ساخت RBC ها در بدنمون داریم چطور اما این خود اریتروپویتین تنظیم میشه اریتروپویتین توسط یک سری از مولکول های سیگنالینگ داخلی به اسم هیف یک آلفا و بتا تنظیم میشه به این شکل هست که اگر اکسیژن کم بود هیف یک آلفا و بتا از سیتوپلاسم وارد هسته میشن در اونجا به هم رگولیشن المنت ها بر روی دی ای متصل میشن که که اختصارا اچ ای گفته میشه که منجر به تولید اریتروپویتین میشه بعد از این مرحله ما تقریبا تیه چند دقیقه میبینیم که اریتروپویتین میتونه افزایش پیدا بکنه و نتایج اون رو ما بین پنج روز تا یک هفته بعدش میتونیم ببینیم که البته بستگی داره به میزان که اریتروپویتین چقدر باشه اگه خیلی زیاد باشه حتی ممکنه ما طی سه روز هم ببینیم که البته در اون شرایط سی های نابالغ تری رو مشاهده میکنیم در خون محیطی و در صورتی که تولید سی ها کم باشه یا از بین برن ما دچار کم بوده خون یا آنمی میشیم برای ساخت سی ها چند تا فاکتور هستن که خیلی مهمند از جمله ویتامین های B12 و فولیک اسید و همینطور آهن خود B12 و فولیک اسید رو ما میدونیم که برای ساخت DNA در تمام سلول ها لازمن بنابراین آر ها هم از اینها مستثنا نیستند و در صورتی که ما به دوازه یا فولیک اسید رو نداشته باشیم سلول هایی میبینیم که به صورت ماکروسیت یا اندازه بزرگتر دارن و خیلی خیلی کنتر هم ممکنه تشکیل بشن دیگه چی برای این کار مهمه فاکتور داخلی معده هست که از ویتامین B12 محافظت میکنه تا بتونه در روده ها به خوبی جذب بشه اگر که این فاکتور دچار مشکلی باشه ما نمیتونیم به دوازده رو به خوبی جذب بکنیم و در نتیجه کم رو ممکنه که مشاهده بکنیم از نوع به دوازده که آنمی مگالوبلاستیک به ما میده نوعی از کم خونی که در اون اینترینسینگ فاکتور یا فاکتور داخلی حضور نداره به آنمی کشنده پرنیشوس معروفه به دوازده تقریبا سه تا چهار سال ما معمولا در کبد اون ازش ذخیره داریم RBC ها به صورت متوسط 120 روز عمر دارند که هیچ نوع هسته‌ای در آنها میتوکندری و یا شبکه آندوپلاسی مشاهده نمیشه اگر که بالغ شده باشن به صورت کامل ولی در اونها ما هایی رو داریم که میتونن آتپه رو تشکیل بدن که وظیفه اونها حفظ یک پارچگی و انتاف وزیری آر ها هست باعث انتقال یون ها میشه و همینطور درون هموگلوبین آهن رو به صورت فروس یا آهن دوبار مثبت نگه میداره همینطور از آسیب های اکسیداتیو درون RBC از اونها محافظت میکنه ولی خب ما میدونیم که RBC ها هسته ندارن بنابراین نمیتونن دیگه خیلی آتپه تولید بکنن و در نتیجه یواش یواش RBC ها شکننده میشن و در مراحل نهایی در عبور از اروغ دچار آسیب میشن در این شرایط اونها وارد تحال میشن و اونجا توسط ماکروفاژها ها از بین میرن مهمترین چیزی که در مورد آر بی سی ها خیلی مهمه هموگلوبینشون هست که این هموگلوبینه وقتی که وارد ماکروفاژها ها شد آهنش جدا میشه و دوباره جذب میشه برای خونسازی آینده و گلوبین اون هم به صورت آمینو اسیدها دوباره بازیافت میشه که توسط کبد انجام میشه حالا که با ساخت RBC ها آشنا شدیم بهتر که با ساختار اونها هم آشنا باشیم یعنی که RBC ها بعد از ساخته شدن به چه شکلی هستن باید بدونیم که دو جور اندازه ما برای RBC ها داریم یکی این که بخوایم قطرشون رو اندازه بگیریم که معمولا بین 6 تا 8 میکرون هستن و یا این که زخامت اونها رو بخوام اندازه بگیریم که تقریبا 2 میکرون هستش همونجوری که گفتیم RBC ها یک کیسه هستن که درون اونها هموگلوبینی قرار داره که قرار اکسیژن رو منتقل بکنه اگر که بیایم این RBC ها رو به این شکل برش بدیم و بخوایم ببینیم که در ساختار قشای اونها چه خبر هستش میبینیم که یه قشای فسفولیپیدی دارن که در بین اونها ملکول های دیگه ای قرار گرفتن مهمترین ویژگی هایی که ما برای RBC ها داریم همین گلیکوفورین های A و B و C هستند که گلیکوفورین ها رو ما مهمترین شاخصه آر بی سی ها میدونیم همونطور که میبینید مولکول های عمودی هستند که تقریبا دو لایه رو به هم متصل میکنند در بین غشا کلسترول هم وجود داره که اگر که خیلی زیاد بشه ساختار آر بی سی ها از حالت انعطاف پذیر بودنشون کاسته میشه و در عبور از عروق دچار فروپاشی میشن همینطور ما انکرین رو داریم که متصل شده به گلیکوفورین A و اسپکترین که میبینید به صورت پروتین های افقی هستند که ساختار اسکلت سلولی رو تشکیل میدن همینطور اینها متصل شدن به اکتین گلیکوفورین C و همینطور تروپومیوزین و بتا اسپکترین ها رو میبینید که در واقع همه اینها با هم باعث میشن که RBC حالت مقعر و انعطاف پذیر خودش رو داشته باشه این ساختار قشای آر بی سی بودش اما کاملترش رو هم میتونیم ببینیم آر بی سی ها درون خودشون آنزیم های G6PD رو هم دارند که در چرخه برای تولید انرژی درون آر بی سی استفاده میشه که بعدتر کاملتر توضیح میدیمش ده درصد از قشای آر بی سی ها رو کربوهیدرات تشکیل داده که فقط در لایه خارجی اون قرار داره بعدش لایه لیپیدی دو لایه حضور داره 50 درصد پروتئین داره 20 درصدش فسفولیپیده و 20 درصدش کلسترولده خود قشا علاوه بر پروتئین هایی که گفته شد یک سری چنل هایی رو هم یا کانال هایی رو هم برای انتقال یون ها و جلوگیری از آسیب دیدن اون در اثر تغییرات یونی داره که یکی از اونها همین کانال کلسیوم هستش ما علاوه بر اینکه آلفا اسپکترین و بتا اسپکترین رو داشتیم میوزین رو داشتیم اکتین ها رو هم داریم تروپومودولین ها رو هم داریم پروتئین های باند 4 و 1 رو هم داریم که ببینید همگی به صورت افقی هستند دیماتین رو هم داریم که به صورت یک پروتئین افقی هستش پی 55 رو داریم و آنزیم فیلیپاز رو داریم که کار اون این هست که عدم یکسانی در دو طرفه قشای آر بی سی رو حفظ بکنه تا لایه بیرونی قشای آر بی سی به همون صورت باقی بمونه و لایه داخلی هم به شکلی که بتونه این آر بی سی در برابر سلول هایی که سلول های مرده رو تشخیص میدن از جمله ماکروفاژ ها حفاظت بکنه چون اگر این لایه داخلی بیاد بیرون و فسفات دیل سرین برای مثال عرضه بشه خب سلول ها متوجه میشن که این آر بی سی مرده و دیگه کارای نداره و باید از بینش ببرند برعکس اون هم آنزیم دیگه ای رو داریم که فلوپاز هستش که اتفاقا میاد یک سری از هایی که باید در بیرون باشند و حالا برگشتن به داخل رو برمیگردونه به همون لایه بیرونی ما یک کمپلکس پروتئین چهار و 1 داریم که شامل گلیکوفورین A هستش لندشتاینر وارنر پروتئین رو داریم پروتئین 4 و 2 رو داره انکرین رو داره باند سه رو داره سیدی 47 رو داره و همینطور ارهاش ای جی که ارهاش ای جی لندشتاینر و باند سه در واقع گروه های خونی رو هم تشکیل میدن و هر کدوم اینها که دچار نقص باشن ما باید منتظر آسیب های جدی به RBC و در نتیجه کمخونی و در نتیجه تمام علائم مرتبط با کمخونی باشیم اما این نوع آسیب ها چطور ممکنه باشن؟ برای مثال ما هردیتاری اسپروسیتوز رو داریم یعنی اسپروسیتوز ارسی که آر بی سی ها از حالت مقعر و طرفین بودن یعنی اینکه اون حالت گودی رو که در آر بی سی ها دیدیم رو نداشته باشند و به صورت مقعر در هر دو طرفش نباشند گرد شده باشن شبیه توپ شده باشن رو میبینیم خب اونجا ها اگه نگاه بکنید خب بزرگترن قاعدتا نمیتونن خیلی خوب خم بشن